بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت زائران قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عرض تسلیت و تعزیت داریم به ساحت مقدس و نورانی حضرت ولی عصر ایام اسارت آل الله رو. دو نکته احکامی راجع به بحث قرائت و بسم الله الرحمن الرحیم عرض میکنم. همه مراجع معظم تقلید به جز مقام معظم رهبری بسم الله الرحمن الرحیم رو یک آیه مستقل می دانن. حضرت آیت الله سیستانی در نماز آیات و مقام معظم رهبری در همه سوره ها جز سوره هم این رو نمی پذیرن و بسم الله رو یک آیه مستقل نمی دانن. حالا نما و اثرش کجاست؟ مثلا در نماز آیات کسی که مقلد همه مراجع دیگه باشه جز مقام معظم رهبری میتونه بسم الله الرحمن الرحیم رو یک جز برای یک رکوع قرار بده، اما مقلدین ایشون و مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در نماز آیات بایستی سوره رو به جز بسم الله پنج قسمت بکنن و با هر قسمت یک رکوع برن. دومین نمایش در این مسئله شرعی است که اگر انسان در غیر از سوره توحید و غیر از سوره کافرون اگر سوره ای رو شروع کرد بعد از حمد خواندن تا قبل از اینکه به نصف سوره برسه میتونه اختیاراً سوره رو عوض کنه، یعنی برگرده یه سوره دیگه ای رو شروع کنه. اما در این دو سوره اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء به عبارتی سوره بدانیم دیگه طبیعتاً با گفتن به بسم اللهش دیگه امکان برگشتن نیست، مگر مقلد مقام معظم رهبری باشیم که تا قبل از اینکه خود سوره قل هو الله احد یا کافرون رو شروع بکنیم از اونجا به بعد دیگه امکان برگشت وجود نخواهد داشت. خدا انشاءالله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.